حالا نکته اینه که شما اون سوالی که اول پرسیدم که گفتم که حالا وقتی ما به اینها فکر میکنیم این که نقش ما چیه، ما کجای قضیه‌ایم و ما چقدر میتونیم خودمون رو برای این فضا آماده بکنیم، چیکار میتونیم بکنیم، این جنس فعالیت ها و این جنس اتفاقاتی که داره دور بر ما میفته، خب الان فعلا داره با جبهه مقاومت محدوده‌ای که شما بالاخره توی غزه و حالا غزه که توی معادلات نمیومد، یعنی توی غزه اینا از این زاویه کور بودن، چون اونها اولا زیر زمینن، دو از این ابزار استفاده نمیکنن. یعنی چرا تو غزه موفق نبودن؟ این ظاهری که اینا دارن، ظاهری که حالا ممکنه شما بگید نتانیاهو خیلی الان ظاهر کریهی داره، ولی آیا الان مارک زاکربرگ هم ظاهرش اینقدر کریهه؟ بیل گیتس هم ظاهرش اینقدر کریهه؟ آمریکایی‌ها اساسا که پشت این قضیه هم مثل پتروس که الان به شما معرفی کردم، تازه نظامیاشون اینقدر کریهن؟ نه، شما اصلا نسبت به اون این حسو ندارید. الان پدیده شبکه‌های اجتماعی و فضای موبایل و امسالون، بله اینا یه اتفاقات مهمیه که شما تو پیجرها حساس شدید، بعضا تو موبایل ها و نمیدونم انواع اقسام بی سیم ها و این وسایل ارتباطی این چنینی، الان همه حساس شدن نسبت به اینا. اما واقعا الان اون حالتی که شما دارید، خصوصا با اتفاقی که برسه دست نصرالله افتاد، که یک چنین انسانی با یک چنین جایگاهی، با این جایگاهی که در قلب افراد مختلف داشت و حکومت میکرد بر قلب ها، این میاد شهید میشه، خدا چرا میاد؟ چون میدونید توی این که اجازه میده خدا یک چنین افرادی شهید بشن، چون موضوعیت این که حالا شما اراده میکنی کسی رو شهید بکنی فقط ملاک نیست، خدا هم باید در واقع توی این قضیه اجازه بده. این که خدا اجازه میده همچین اتفاقی بیفته برای چیه؟ یکی از زمیناش اینه که آقا شما متوجه بشی با چه دشمنی طرفی. ما هنوز اینو جدی نگرفتیم، اینکه ما میتونیم چه کار بکنیم، این کاری که ما میتونیم بکنیم. حالا ممکنه بگیم ما کار نظامی نمیتونیم به این شکل انجام بدیم، خب اما بحث اینه که شما میتونید با استفاده از اون اطلاعاتی که به دست میارید، مطالعاتی که دارید، الان من یه سری برای شما منبع معرفی کردم دیگه، سریال فاودا، کتاب آقای فرگوسن، خودتون رو مسلح کنید به دانش روز، و حالا که مسلح شدی توی بحثاتون، توی اقناع افراد مختلف، شما به محضی که از خود اینا فکت بیارید کسی چیزی نمیتونه بگه. یعنی خودشون نوشتن، خودشون گفتن، خودشون دارن میگن، خودشون تو سریالاشون نشون دادن. شما نیاز دارید به این که توی عصر فعلی که گفتم تو سوره عصر داره خدا قسم میخوره به عصری که ما توش زندگی نمی کنیم، که آقا ما در خسران و زیانیم جز اینکه ایمان داشته باشیم و عمل صالح انجام بدیم. یعنی ایمان داشتن یعنی اینجایی که امنیت رو فقط از سوی خدا بدونیم و عمل صالح انجام بدیم، عملی که چطور صالحه و فساد رو از بین بره اگر ما به اون عصر توجه داشته باشیم، ایمانی که چطور میتونه برای ما شکل بگیره که ما فقط امنیت رو از خدا بخوایم، امنیت رو از آمریکا و نمیدونم کت خدا و اینا نخوایم، که خیلی الان همین رو میخوان، صحبت آقا این بود دیگه، به شرط اینکه ما این عصر خودمون رو درک بکنیم. آقا اون به هیچ چی رحم نمیکنه، شما چطور میخوای بری باهاش توافق بکنی؟ الان دولت فعلی داره همچنان در عصر اوایل دولت آقای رئیسی زندگی میکنه، و دولت آقای رئیسی یه جورایی در عصر برجام بود، همچنان یادتون باشه میگفتش که ما داریم میریم مذاکره میکنیم بتونیم اون چکه رو نقد کنیم. اون عصر برجام بود. دولت آقای روحانی همچنان در عصر آقای احمدی نژاد بود که میتونست خوب نفت فروش و اینا در حسرت اون درآمدهای ارزی گسترده اون زمان بودن، و یکی دلیلی که نرخ ارز پایین بود به خاطر همین بود دیگه، چون به واسطه یوتر دلارها میومد در داخل ایران، ایران میتونست بازار ارز رو مدیریت بکنه، نرخ ارز رو پایین نگه داره، ارز پول ملی رو تقویت بکنه، حالا یه جورایی به واسطه نفت، با استفاده از نفت. هرچند الان ما میتونیم این کارو بکنیم، من بارها اینو همیشه میگم جای مختلف، الان اگه ما نفتمون رو به ریال بفروشیم میتونیم این کارو بکنیم، یعنی همین کاری که روسیه انجام داد. منتها الان بحث من نیست، چون مباحث اقتصادی رو نمیخوام حالا خیلی الان توی فضای فعلی وارد کنم، هرچند مباحث اقتصادی مهمن. یکی از دلایلی که شما الان امروز میبینید که توی محدوده حزب الله لبنان، توی لبنان جاسوسی بعضن زیاده، به خاطر همین مسئله اقتصادیه دیگه. یعنی اونها هم تحت تأثیر این حملات جنگی ارضی و مسئله اقتصادی واسه فقر و تورم، همین الان تو جامعه خود ما چرا این مقدار مردم بی تفاوتن؟ اینجا هم الان این تورم زمینه همینه دیگه. یعنی ما وقتی که نتونستیم از نفتمون، حالا بله یه زمان نفتمون می‌کردیم دلار رو می‌آوردیم تو بازارهای ارز می‌ریختیم، نه فقط بازارهای ارز خودمون، مثلا هم تو محدوده سلیمانی عراق، هم تو محدوده هرات، تو گسترتر هم بازار استانبول، هم بازار فرض فرمایید که افغانستان، توی اونجا یه حجم زیادی هم بازار دبی ارز ایران تزریق میشد، برای اینکه اون تقاضای گسترده که ایجاد میشد از سوی افراد مختلف، بعضن تقاضاهای خرابکارانه، که این دلار وقتی توی اونجاها ارزی که شما استفاده تو اونجا میرفت بالا، به تبعش این منتقل میشد به بازار تهران، و بعد تو بازار تهران شما یه دفعه میبینی ای داره دلار میره بالا، ای داره درهم میره بالا.
خب همین باعث میشه که ارزش پول شما تضعیف بشه دیگه. یعنی الان شما وقتی میشنوید دلار رفت بالا، افزایش ارزش دلار و درهم یعنی تورم. تورم یعنی چی؟ کاهش ارزش پول. وقتی کاهش ارزش پول اتفاق میفته، یعنی شما بدون به تعداد اون جاسوسا و تعداد افرادی که میتونن شما رو آسیب پذیر بکنن، به تعداد افرادی که نسبت به قدرت و قوت حاکمیت شما در دلشون احساس یأس ایجاد ممکنه بشه اضافه شد. این که ما یه زمان این کارو میکردیم، اما بارها گفتیم امروز ما باید نفتمون رو به ریال بفروشیم. وقتی ما نفتمون رو فقط به ریال بفروشیم، ارزش پول ملیون تقویت بشه، اوضاع مردم تغییر بکنه، مردم احساس بکنن که داره تورم منفی اتفاق میفته، خب خیلی شرایط تغییر میکنه، اینها دلگرمتر میشن. شرایط رو از نظر اقتصادی وقتی بهتر کردید، خب مردم بهتر میتونن توی اتفاقات این چنین، نه از اون زاویه که رفاه ایجاد بشه، نه این که حالا اون کسی که به حداقل ها نیاز داره حداقل باش تامین بشه. هرچند که در شرایط آخر زمان میگن دیگه اوضاع اقتصادی این مقدار نامناسب میشه و خدا هم گفته امتحان میکنیم با خوف و جوع و گرسنگی و ترس و امثال اینها، که ولن امرو ول نکن بشه این من الخوف ول جوع، اینها اینا بیشتر شرط امتحان و ابتلاعات دیگه، یعنی با چیزای اینجوری خدا امتحان میکنه. اما به هر حال این مسائل مهمه، یعنی ما باید به اینا توجه بکنیم که میشه با فروش نفت به ریال، با فروش پای مواد به ریال ارزش پول ملی رو تقویت کرد. تاثیرش هم تو اصل فعلی میشه این، تاثیرش هم این میشه که شما میتونی بهتر مردم رو نسبت به اینکه توی فضای همبستگی و انسجام با حکومت همراهی بکنن، اگر جنگی بخواد اتفاق بیفته، مسئله از این دست اتفاق بیفته، هرچند که مردم همراه خوبیان، اما این همراهی بیشتر بشه، جایگاه حکومت، نقش اوکراینی حکومت توی زندگی اونها و اثرگذاری اون بیشتر بشه و اثر مثبتش هم بیشتر بشه. حالا اینه بحثی که من نمیخوام خیلی واردش بشم، خواستم فقط تو پرانتز بهش اشاره کنم. اما نکته اینی که شما تو عصر خودتون میتونید این کارا رو انجام بدید. دانش خودتون نسبت به عصر خودتون و جنگی در عصر خودتون، یعنی جنگ جهانی پنجم حاکمه، بالا ببرید. و شما امروز میبینید که چقدر مهمه که ما توی این قضیه، یعنی توی اتفاقاتی از این دست، دانش اطلاعاتی و امنیتیمون و سواد اطلاعاتی و امنیتیمون افزایش پیدا بکنه. تازه شما الان متوجه میشید که چه بسا اتفاقی که برای آقای رئیسی هم افتاد اتفاق مشکوکی بود دیگه. این اتفاق ممکنه تو همین سازوکارها، یعنی با استفاده از این ابزارها، چون اصلا توی اون اطلاعیه سومی که از طرف ستاد کل نیروی مسلح مطرح شد، اصلا همونجا میگه خلبان آیپد داشته، تمام، شما دیگه نمیخواد جلوتر بری، همین قلم، همین ساده گیری توی موضوع امنیت پرواز شخصیت اول اجرایی کشور، و فقط نه ایشون، وزیر خارجهش، و فقط نه وزیر خارجهش، آقای آل هاشم به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان، یکی از گزینه‌های رهبری، نفر اول بعد از رهبری میشد آقای رئیسی، بعد میشد آقای آل هاشم توی بررسی که مجلس خبرگان کرده بود. به همین سادگی شما به خلبان اون هلیکوپتر اجازه میدی با آیپد بیاد مسیریابی بکنه، چون سواد امنیتی نداریم. ببینید شما چطور، ببین الان حستون نسبت به این گوشی هوشمند الان چیه نسبت به آیپد؟ مثلا من الان آیپد جدید مدرن بیارم بذارم، میشه حستون چیه؟ چه حسیه نسبت بهش؟ آه. همین خیلی خوبه، اون پروتکل داره اگر وجودم داشته باشه عبه میبره. همین همین در سفر آقای پزشکیان به نیویورک من هم گزارشش رو دیدیم که داشتن گزارش ایران اینترنشنال رو چیزی که گزارش از خریدهای هیئت همراه آقای پزشکیان داشتن، داشت شما دیدین که وارد در واقع فروشگاه های معتبر و برندهای آمریکایی بودن، سیستم های صوتی و فلان و اینا رفتن خریدن. یعنی مثلا جو فرمودن، یعنی در این حد اینقدر ما پروتکل نداریم که شمایی که مثلا ایرانی هستی وارد آمریکا شدیم نباید اینجا خرید کنی. همین دیگه، این گزارش ایران اینترنشنال پاسخ سوال منه که گفتم الان شما یه آیپد جدید من اینجا بذارم مثلا جلوی خودم، یا یه تبلت سرفیس مایکروسافت رو بذارم، همون شد.